برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک منبع امنیتی سوری از هلاکت دو تن از خطرناکترین فرماندهان سنی های تندروی داعش در شهر درعا در جنوب سوریه خبر داد. منبع سوریه اعلام کرد که دو سرکرده کشته شده، حسن الهایک و نبیل العبدالله بودند. بر اساس این گزارش این دو از عاملان ترورها و کاشت مین و نیز تجاوزات مکرر به شهروندان و نظامیان در شهر درعا بودند. منبع مذکور اعلام کرد که هلاکت این دو سرکرده خطرناک در جریان رصد تحرکات داعش رخ داد. رستوران ها، خرده فروش ها و سایر کسب و کارهای مواد غذایی در اندونزی در تلاش هستند تا به دستور دولت مبنی بر نیاز به گواهی رسمی برای محصولات حلال خود تا سال 2024 عمل کنند. علت این مسئله آن است که دولت جاکارتا به دنبال ترویج فعالیت‌های اقتصادی مطابق با قوانین اسلامی است. ناگفته نماند بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا برای کسب درآمد و سهمی از بازار حلال تلاش می‌کنند. مقام‌های رسمی اعلام کردند که دست کم 60 نفر در خشونت‌های ایالت مانیپور کشته شدند، 231 نفر زخمی شده و 1700 خانه به آتش کشیده شده است. در جریان خشونت‌ها جمعیت خشمگین به خانه‌ها، خودروها و عبادتگاه‌ها حمله کرده است. گزارش شده که حدود 10,000 نفر در اثر ناآرامی ها آواره شدند. همچنین هزاران نیروی نظامی برای برقراری نظم به منطقه اعزام شدند. سازمان آمریکایی توسعه بین المللی با انتشار گزارشی از نیاز بیش از 2,500,000 شهروند عراقی به کمک های بشردوستانه فوری خبر داد. در گزارش این سازمان آمده امسال 1,000,000 شهروند عراقی کمک های بشردوستانه دریافت خواهند کرد، اما همچنان جمعیت زیادی باقی میمانند که به کمک نیاز دارند. 180,000 نفر هم همچنان در اردوگاه های مختلف آوارگان حضور دارند.